صبح بخیر، سپاس از شما بینیده های عزیز. شما شنونده آرمان فم 98.1 هستین. برنامه شب راهه. شبتان خوش. حفیظ محمدی خوش. سلام به شما، سلام به تمام دوستای عزیز. صبحتان بخیر. آرزو دارم که صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان. رشوت داد پاییز جان به خاطر از اینکه یکان دفعه نمیاد برنامه، از خاطر الله یک پروموشن کرد. خب صبح دوستایی که در هر ولایت افغانستان هستن، خارج از افغانستان هستن، بخیر. و آرمان فیلم اینال دیگه یک تغییرات کلی که در آرمان آمده روش گپ میزنیم و یک نماینده، دو نماینده در بامداد در روز است، منتج یاد نمیکنه. یاد میکنیم. ما خب به دلیل از اینکه تا روز از آغاز برنامه گفتم او شنونده را که باید شب را داشته باشم و با اون شیبی که میخوایم کار بکنم در یک برنامه کاملا متفاوته. ادبی چون آرمان افهم ترش نوست، گپش نوست و دیدگاهش به او خاطر در تلاش همو بودم و همی که یکی دو برنامه غیر حاضری هم داشتم، این سبب شد که گفته مردم رو خب خدا بزنم. هیچ مرا خبرم ندارد، اول خبر شد. از این طرف پاییز جان تا اول خبر نداشتی؟ نه از این طرف تا اول خبر نداشتم. خب از برنامه نو میشه حفیظ جان بگوییم کدام برنامه ها تازه شروع شده و نطاق ها به کجا هستن؟ زیادتر از دوست ها میپرسیدن که یک نطاق نامشه میگرفتن میفتن کجا هست. دوست عزیز، به خاطر از اینکه تغییرات کلی در یک جای بیاید، یک رادیو بیاید، بعد از بسیار وقت ضرور است و خصوصا در رسانه معمولا نظر به استاندارد، نظر به اینکه رادیوهای بین المللی که نشرات دارن، ما کوشش کردیم که یک تغییرات کلی به وجود بیاید. گویندا از یک برنامه رفت به دیگر برنامه. مثال در برنامه صبح سیما صفا بود، هدی همدرد بود، مصطفی زیار بود. حال مصطفی زیار و هدی همدرد در برنامه نیمه روزه میافین، در صبح نیستن. اما تو اجمل و حسنا یکی از گوینده هایی که در وقت درایف تایم بودن، در وقت که بعد از طرف های دیگر از او تایم آمدن به صبح دیگه، در کل برنامه جدید ما زیاد شد و یک برنامه نو ساختیم که هدیه هم درد گویندهش هست. اما چه میاد کردی از برنامه چار نکردی؟ چهار به توان چهار، یکی از برنامه بسیار جالب. و در کل مزه آرمان امی که بشنوی احساس میکنی که یک چیز، مثال یک غذای نو میخوری، بیخی یک چیز نو، بعد از یک ده سال یک چیز نو میخوری، یک غذای نو بیخی باش روبرو میشی دیگه، مزه از او کاملا متفاوت است با غذایی که هر روز میخوری. بله. پس این یک مثال بسیار عادی ما میتونم وقتی کل دوستا درک کنن و وقت بشنوین فوق العاده درک میکنین و پیامای بسیار خاصی که آرمان فهم تنها داره، دیگه رادیو نداره. کار کردیم رویش که تقریبا 8 دانه صدای ما را بشنو. یکی از ملکیت های آرمان است که تمام مشکلات اجتماعی را منعکس می سازد. او هم یک دخترک است، بسیار جالب است که صدای از او است و بسیار راحت هم پیام خودم فرسته، مثل دیگه قصه می کنم. بله. و یک چیز دیگه است که به نام خیال شاعر در شعر، خیال شاعر در شعر شما دیگه می بخشید بخطر بسیار جالب است. این راستی من شنیدم این روز دیروز بود بخیالم همی به تصادفی موج رادیو رو زدم آرمان فهم، گفتم بشنم چی گفت، صدای قسیم می آمد. قسیم بود. باز می گفت که مثلا اینجا شاعر گفته که احبت یک خشت تازه، می گفت که شاعر گلکارم بوده خبی همی نمی گفت دست به دست هم گفت دست به دست هم به تیمجوی با سمت می کنیم. خب این بخاطر ازی بوده دوستای عزیز که فقط یک ایجاد یک لبخند باشه برای دوستای و این تنها از آرمان فهم است. و باز پیامای دیگه های میدونستید بود دیگه، پیامایی که روش نو کار کردیم. فقط در کل من میگم که هر کسی که آرمان دوست داره آرمان بشنوه، همین مزه و همون تغییراتش کاملا در هر ثانیش احساس میکنه. بله. و احساس خود کرد که چقدر تغییرات کلی نظر به یک هفته قبل وجود آمده. یک موسیقی خاصی که با آرمان ساخته شده میشه که در مورد زوم خب رفیق خان میگم که فکر کن که رادیو استو یه قصه داشتی، چی شد قصه میگه؟ دو دفعه گفتی که این مزه. نه همین مزه کل گپ دیم مزه است. نه مزه بخاطر اینکه تست یا مثلا در تلویزیون و در رادیو طلو را اگه ببینین از خود یک لوگو داره، وقتی که یک امشب از طلو میبینین یک برند داره، یک گرافیک میه، این تمامش مربوط طلو هست. این دیگه کدام چنل دیگه ای را نمیتونه که بگیره. این برندنگ یک تلویزیون یک رادیو هست در کل. و رادیو دقیقا یک وسیله شنیداری هست
صوتی هست دیگه، دو نمیتونی که تو یک گرافیک نشان بدی یک چیز نشان بدی، چهره را نمیتونی، مجبور هستی که موسیقی بسازی، با موسیقی مردم را مثلا بفهمانی که اینی یک تغییرات کلی به وجود آمده. و در تلویزیون میتونی که نشان بدی، بسیار راحت است در تلویزیون. و یک برند صداها بسیار جز نمایین بود که خودت گفتی بعضی از صداست که دک تایم نمیخونه، نمیخونه و امو لحظه که میشنوی یا با توجه به محتوای برنامه هیچ سازگار نیست با محتوای برنامه. و این مسئله رو در بیشتر رادیوهای بین‌المللی، رادیوهایی که جهانی نشرات دارن، زیاد در نظر میگیرن که کدام صدا در کدام برنامه باشه. و خود نمی شیوه گپ زدن در یک برنامه رادیویی، من در خودم در تلاش هستم که صدایم رادیویی شه. در کل تفاوت کلی وجود داره. نظر به استاندارد دوست عزیز، یک کسی که در تلویزیون می باشه گوینده می باشه و یک کسی که در رادیو گوینده می باشه، زمین و آسمان فرق وجود داره بین از این دو نفر. به خاطر از اینکه کسی که در تلویزیون است با حرکات خود، با چهره خود، با لبخند خود، یعنی تفاوتشون در زمین و آسمان است. دوست دارم لگ جو طرف دارن با این حرکات یا خود در تلویزیون میتونه که بیننده خود اون پیام خود برسانه که یعنی جدی هست، خنده میکنه. خب اگر لبخند هم بزنه بیننده میفهمه که خندید. از هر حرکتش بیننده میفهمه که چی است. منتها برعکس در رادیو که هست، باید تو به احساسی که گپ میزنی صدایت بالا و پایین میکنی، بلند گپ میزنی، به احساس گپ میزنی، یک کلمه را از گفتگو از مخرجش ادا میکنی، اینی احساس به شنونده میتی که ما در اینجا خنده کردیم، در اینجا بیشتر یک احساس عمیق خوب باشه. تو کارگاه چیز بگیریم، کارگاه آموزش تئاتر بگیریم که یک بسی تئاتر نقش بازی کنیم، برای ادیا نقش چیز بتیم چیز کس در آملت یا در تئاتر بسیار معروفه که از شکسپیر است، نامش همین لحظه از یادم رفت، کل ما نقش بازی کنیم. اما طوری که تو اوتلو باشی، از تئاتر گفتی من رفتم من موسیقی تئاتر دست مونا باشه. یاد دقیقا همین چیزهایی که من اشاره کردم دیگه، در خود آرمان فیلمم در کل شنونده میخواید که در تایم صبح که هست موسیقی متفاوتر بشنه، مثلا شادتر، یک گوینده باشه که تیزتر گپ بزنه، سرعتش تیز باشه و فکایی باشه و مذاق باشه و خنده باشه. پس شنونده که در صبح میشنوه وقتی که مقایسه میکنی با شنونده که در ساعت 10 بجه شب میشنوه کاملا متفاوت است. شنونده که در 10 بجه شب تیز برش گپ بزنی، آهنگ تیز برش نشر کنی، یک دو بدوای خود در جای خود میکنه. و گپ بسیار مهم که این را کلشم متن آنچه که ویژه آرمان هست وقت کارکس در جمع میشنوه که یعنی در کل یک در حساب امورسانیش میگن پکیجنگ، یک پکیجنگ درست صورت گرفته برای هر تایم فریمی که برای هر چارچوب برنامه یا وقتی که برای هر برنامه داریم که هر چیز از خود یک رنگ و بوی تازه داره. و همه قسم که میگم جان تازه پکیجنگ گفتی رقمی تصویر کردید، اگر در رادیو بگی چه رقمی؟ در رادیو که بگی باز بگی چارچوب، داخل یک چارچوب باز کنی نبفنگ. سلامت باشی، برای محفظت بخونی برای تمام همکارای آرمان افتیم، زنده باشین. یک دو چیز دیگه هم که من بعضی یادم رفت شروع میشه که او کارهای بیرونی ما هست، روش کار کرده روی سیم بعضی برنامه های بیرونی و انشالله باز این فرصت سرزی کار آغاز خواهد شد. منتظر دوستا باشن و برنامه های جدیدی که شروع شده از این روز شنبه تا روز جمعه را شما بشنوین. یک گپ دیگه که برنامه شب هم شروع شد و 24 ساعت نشرات آرمان افم در 7 روز در هفته، هر دقیقه که بشنوین برای شما یک چیز داریم انشالله. و موسیقی اگه بخواین موسیقی است، گپ اگه بخواین گپ است، پیام اگه بخواین پیام است. دیگه در کل امو تمام ذوقا و تمام سلیقه ها و تمام قشرها را کلش من نظر گرفتیم. امیدوار هستیم که همونطوری که تا این لحظه به آرمان رادیوی دلها بودین، همیشه با ما باشین و همیشه ما را همکاری بکنین. زنده باشین. تشکر از حفیظ جان. یک گپ آخر ما میخوایم بگویم که نمبر یک شدن آسان است و نمبر یک نگاه کردن خود، در حفظ کردن خود، در نمبر یک بودن بسیار مشکل است و ما میره کوشش میکنیم و در اینجا ما هستیم. تشکر از شما. روزت خوش. تشکر. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. وقفه و در ادامه بامداد خوش ما را تنها نگذارید.